بنیاد بیاد در سلسله کمک هایی که به معارف کشور داشته است، این بار سر زده به مکتب قاری عبدالله و برای شمار از دانش آموزان که امکانات درسی کامل در اختیار ندارند، وسایل درسی، پاپوش و مواد خوراکی توزیع می کند. دکتر احسان الله بیاد، رئیس و بنیانگذار بنیاد بیاد، از کمبود مواد خوراکی مقوی برای رشد کودکان نگرانی کرده و اما میگوید که با نهادهای بین المللی در تلاش است تا این مواد خوراکی که میتواند رشد کامل کودکان را کمک کند و کودکان در سراسر کشور توزیع کند. بنیاد بیاد تا چند سال گذشته با کمک از چند نهاد بین المللی تانستیم که مواد غذایی را که مخصوص بر اطفال تهیه شده را ما تهیه ببینیم و برشان در افغانستان توزیع کنیم. خوشبختانه تا حال تانستیم که ما حدود چند میلیون از این پاکت های مواد غذایی را که شما شاهد از این هستین ما بر از این اطفال تهیه دیدیم که در طول سالهای گذشته در مکاتب و جاهای دیگه که رفتیم خدمتشان توزیع کردیم که خوشبختانه نتایج بسیار خوبه بابار آورده. مکتب قاری عبدالله در چند قدمی وزارت معارف موقع دارد، اما دیده می شود که از کمترین امکانات به دور مانده است. مسئولان در این مکتب از دیگر سرمایه‌داران می خواهند که در کمک به معارف کشور توجه کنند. خوشحال هستیم که تمام نسل معارف شما را در کنار خود داره و کمک کردن بر نسل معارف، کمک کردن بر تمام نسل افغانستانه. دانش آموزان این مکتب هم برای توجه بیشتر به مکاتب اشاره می کنند. از کسایی که میتونه کمک کنه بر این مکتب کمک خدا را بر ما دریغ نکند. باید همی مکتب های همی چیزا شاگرده را باید کمک کنن و تقاضای ما از معارف هم همی است که تا میتونه تا حد توان دارن به مکتب ها کمک کنن. بنیاد بیاد از نزدیک به 14 سال به این سو کمک‌های بشردوستانه‌اش را در بخش‌های تعلیم و تربیت، ساخت مکتب‌ها و یا هم بازسازی آن در کشور داشته است.